اضافه تر از دو ماه می شود که در برخ بخش های کشور دروازه مکتب های دخترانه برای متعلمان دختر بالاتر از صنف ششم بازگشایی نشده. مشکلی که نگرانی همه متعلمان دختر را به دنبال داشته. در کابل هیچ مکتب دولتی دخترانه با پسرها یک جا نیست. دخترها جدا درس می خوانند، پسرها جدا درس می خوانند. در این میان امارت اسلامی پیوسته گفته روی طرز العمل بازگشایی مکتب ها به صورت کامل برای دختران کار می کند. حالا وزارت معارف میگوید کار روی ایجاد یک طرز العمل در چارچوب اسلام برای بازگشایی دروازه مکتب ها برای دختران متعلم بالاتر از صنف ششم جریان دارد، اما هنوز نهایی نشده. سخنگوی وزارت معارف تاکید دارد اگر تا پایان سال تعلیمی این طرح نهایی نشود، دختران متعلم ممکن یک سال ارتقا داده خواهند شد. نسبت د تیرو کلو یا د کوم څلور میاشتنی امتحانونه چې سوي دي چرمایي امتحانو په اساس به د دې ارتقا کېږي، نمرې به د هغوی په اساس ورکول کېږي. تصمیم احتمالی وزارت معارف اما در این میان واکنش برخ فعالان حقوق زن را نیز به همراه داشته است. ما امیدوار هستم هر چی زودتر طالبا بتانند اجازه بتن دخترای افغانستان درست مانند زنان و دختران در دیگر کشورها بتانند در کشورهای اسلامی مخصوصا از حق تعلیم، تحصیل و کار خود بهرمند شود. زمانی که یک صنف کلا دانش آموزای دختر نخوانند و بعد از او بدون از اینکه یاد داشته باشند مضامینی را که در صنف امسال بود و چگونه میتونن به سال آینده آماده باشند. در ادامه این کش و قوس ها، یما مجددی یکی از استادان پوهنتون آکسفورد از ایجاد مکتب رایگان آنلاین برای دختران افغانستان خبر می دهد. وی هدف راه اندازی این مکتب را دسترسی آسان دختران به تعلیم عنوان می کند. مکتب آنلاین تنها یک پلتفرم نیست، بلکه تمام ساختار یک مکتب داراست. با این همه امارت اسلامی پیوسته گفته که برای دختران حق آموزش را تامین خواهد کرد. اما در چارچوب شریعت اسلامی در حال حاضر متعلمین صنف اول تا ششم به صورت کامل در کشور به مکتب می روند. دروازه مکتب ها برای متعلمان پسر به گونه کامل باز است.